بینندگان عزیز، در این قسمت برنامه امروز مجددا در خدمت جناب آقای منصد هستیم. آقای منصد سلام عرض میکنم و اجازه میخوام که پیشا پیش فرارسیدن سال نو رو خدمت شما و خانواده محترم تبریک عرض کنم. سلام شما فارسی زبانان هر جای جهان که هستن و تبریک ملی شدن صنعت نفت و نوروز باستانی و همه اونهایی که نوروز رو جشن میگیرند و به همه انسانها که میخواهند در صلح و رشد بر میزان عدالت اجتماعی زندگی کنند. همیشه خیلی سپاسگزارم که بازم دعوت ما رو پذیرفتین. بازم نوروز باستانی داریم میرسه، مزاحم تو شدیم. بازم خواهش کنم که بفرمایید که اصلا فلسفه نوروز چیست و با توجه به وضعیت امروز ما و همه فارسی زبان ها نوروز چه باید باشد؟ هرچونم خب روایت های گوناگونی راجع به تأسیس این جشن وجود داره. شاهنامه، فردوسی در شاهنامه بانی رو جمشید میدونست، بانی نوروز رو، و گویای این جشن انسان و طبیعت است. وقتی که طبیعت همه جا سرسبز بود، خشکی و بیابان نبود، انسان ها همه سیر می شدن، گرسنگی نبود، مرگ نبود، زندگی بود، پیری نبود، جوانی بود، بیماری نبود، تندرستی بود. و این چنین جامعه‌ای در چنین طبیعتی مردمی ساختند و این ساخته خود رو جشن گرفتند و نوروز خواندند، برای اینکه این روز آنها نو شد. به یمن این ساخته ها، این فرهنگ رشد در استقلال و آزادی، فرهنگ زندگی، فرهنگ استقلال و آزادی. بنابر روایت دیگری نوروز تولد زردشت پیامبر است که پیامبر آزادی خوانده می شود. بنابر روایت سومی نوروز روز پیروزی جنبش همگانی مردم ایران بر ضحاک است و از میان برخواستن ستم، از ستمی که بیگانه بر مردم ایران تحمیل کرده بود. بنابراین جشن استقلال و آزادی است. این نه از راه اتفاق است که جنبش های ایرانی همواره استقلال و آزادی رو به عنوان هدف برگزیدند، هم به لحاظ این که انسان در حالت طبیعی خود موجودی خودانگیخته است، مستقل است در گرفتن تصمیم، آزاد است در انتخاب نوع تصمیم، مستقل است در اندیشیدن، در خلق کردن، و آزاد است در گزینش نوع خلق و ابداع و ابتکار خیش. حالا این مشترک این روایت، البته روایت دیگه هم هست که روز خلافت یافتن علی ابن ابی طالب رو گفتن نوروز از اون حالی، طبیعی است که نوروز قبل از اسلام بود در ایران. اگر هم این روایت هم ساخته شده است، به لحاظ همین اشتراکی است که با اون روایت های پیشین دارد. برای اینکه یک جامعه زندگی باشه در شادی، در امید، در توانایی، در اعتماد، در طبیعت آباد، مرگ نباشه، زندگی باشه، گرسنگی نباشه، سیری باشه، بیماری نباشه، تندرستی باشه، لازم نیست که ما برگردیم به
آغاز زندگی ایرانیان در این سرزمین. کافیش خودمون امتحان کنیم ببینیم چگونه میتوانیم همچو زندگی داشته باشیم. نخست عرض کنم که نوروز در این حالی که تأسیس چون این جامعه است، جشن تأسیس یا ساختن چون این جامعه است، یک یادآوری است که هر سال یک بار به اونهایی که این روز رو جشن میگیرن که با سازی اون جامعه آرمانی شدنی است و باید ساخت. خب اگر ما بخواییم حالا خودمون بیازماییم ببینیم که آیا اگر ما خواهیم همچه جامعه‌ای باز رو باز بسازیم چه کارها نباید بکنیم، چه کارها باید بکنیم. خب اول بخواه از خودمون بپرسیم، چون وضعیت امروز ایران هم مساعده برای اینکه هر ایرانی از خود بپرسد. اگر ما ضعف ها و ناتوانی های خودمون رو با هم جمع کنیم به یک دیگر القا کنیم که ما که ناتوانیم، از ما کاری ساخته نیست، جمع این ناتوانی های ما چه می شود؟ با این ناتوانی رو اگر جمع کنیم می شود اون جامعه رو ساخت که نوروز جشنش بود؟ قطعا نه، برای اینکه ناتوانی بر ناتوانی که اضافه بشود ناتوانی بزرگتر می شود و همونطور که وضعیت امروز ایران گزارش می کند نه تنها طبیعت بیابان می گردد بلکه خود جامعه هم بیابان فرهنگ می شود، برای اینکه اون خلاقیت توانایی است، خودانگیختگی توانایی است. مردمی که به خود القا میکنن ناتوانیم، نمیتوانن خلاق باشن، نمیتوانن بسازن، نمیتوانن روش کنن، پس فرهنگ استقلال آزادی رو نمیتوانن بسازن. فرهنگ عقیم میشه، نازا میشه. خب اگر ما یأسامون رو با هم جمع کنیم چه؟ خب شاید یأس بزرگ و ترس ایجاد میکنه، ترس بزرگ. ناچاریم هر روز به خودمون القا کنیم، به یک دیگر القا کنیم که تکون نخور، هیچ افق در افق امیدی مشاهده نمیشود، نور افق امیدی نیست. با یأس که نمیشود شما جامعه‌ای بسازی همیشه بهار، انسان‌های شاد، جوان، دل‌ها پر از شوق، سرها پر از نشاط و شادی و توانایی عمل. حالت طبیعی انسان حالت امیده، با امید است که میتوان ساخت. امیدها که با هم جمع بشود انسانها به خود میگویند عجب ما این توانایی را از کجا یافتیم، این توانایی ها داشتید، ازش غافل بودید. چنان که جنبش همگانی مردم ایران همون جنبش مردمی است که زمانی خود را ناتوان حس میکردند، میگفتن پیشارو یک رژیمی که تمام دنیا پشتی اون هست، چگونه میمون ممکنه ما با این رژیم در بیفتیم؟ ترسا هم بود، اما اون احساس ناتوانی، اون احساسی هست جاش داد به احساس توانایی، به احساس امید، به شادی. توحید ممکن شد، اتحاد ممکن شد، یک قاعده بزرگی رو این نوروز می آموزد به انسان ها. همون در
مراسمی ها که انجام میگیرند و اگر غفلت نکنند یک به یک معانیش رو در بیابند، میبینند که ناتوان با ناتوان نمیتواند اتحاد کند، ممکن نیست دو ناتوانی اتحاد بکنند. برای اینکه اتحاد تنها با توانایی است که میتوانه با هم اضافه بشه، چیزی ایجاد بکنه. اتحاد برای ایجاد است، ناتوانی ایجاد نمی کند، یأس ایجاد نمی کند، پس مأیوس ها با هم متحد نمی شوند. کارپذیرها که نگون بخترین انسان ها هستند، بی تفاوت ها، فکر می کنند اونها به هیچ کارند. اونها طبیعتا نمی توانند متحد بشوند، بلکه از پیش پذیرفته که بی تفاوت است. پیام نوروز این است. نوروز روز اتحاد است، روز دوستی است. دوست با دوست که جمع بشود، میتوانایی میل میکند به بی‌نهایت. یک داستان به شما عرض کنم. شما شنوندگان جوان، در مصر رود نیل هر سال طغیان میکرد و یک دست از آب بیرون میامد و این با پنج انگشت اینجوری میکرد. اون مردم نمیدونستن این چه پیامی داره، فکر میکردن قربانی طلب میکنه. هر سال یک دختر رو میانداختن به رود که این طغیان بخوابه. بالاخره نوبت به دختر شاه رسید و یک غریبی هم سر رسید. پرسید، گفتن که این قضیه از این قرار است و این بار نوبت دختر شاهه که باید بدن به رود تا این دست فرو بخوابد در آب و طغیان هم بخوابد. او به شاه گفت که اگر من بدون اینکه شما دختر رو به رود بسپاری این دست رو خوابوندم و طغیان خوابید، دختر رو بزنی به من میدهی؟ خب اون از خدا میخواست، برای خود در دختر زنده میمان. گفت بله. گفت بسیار خب، من حالا اون رو دست رو میخوابانم. این رفت روبروی اون دست و اینجوری کرد و دو انگشتش رو بهش نشون داد. دست در آب فرو رفت، طغیان آب هم خوابید. شاه از او پرسید خب چگونه این توانستی این کار بکنی؟ گوه ها، اون میگو اگر پنج نفر با هم باشند جهان را میگیرن. من گفتم تو بگو دو نفر. برای اینکه دوستی وقتی استواری گره پیدا میکند البته سازنده میشود، توانایی ایجاد میکند. یعنی توانایی دوست رو چند و چند برابر میکند و اونها توانا میشوند به کاری که در تنهایی ناتوان بودند. اینها پیام های نوروزه. نوروز میگوید باز یک ضحاکی بود که این دو مار بر دو دوش او رویده بود از ستمگری و او میباید هر روز مغز جوانی رو به این دو مار میخورن تا آرام میگرفتن. نوبت به آخرین فرزند کاوه رسید، کاوه آهنگر، و او سر باز زد
از اینکه فرزند خیش رو تسلیم کنه مردم رو به جنبش خواند و مردم جنبش کردند. در واقع یعنی چه جنبش کردند؟ یعنی اون استقلال از یاد برده را، اون آزادی از یاد برده را، اون خودانگیختگی از یاد برده را باز در خود باز یافتند. این خودانگیختگی است که می توانه با خودانگیختگی جمع بشه، اتحاد کنه. انسانی که استقلال آزادی رو از یاد می برد تنها میشه، ناتوان میشه از اینکه با دیگری جمع بشود. این است که طول تاریخ ایران جنبش های ایرانی همه جنبش های همگانی هستند، همه هم خودانگیخته، خودانگیخته. این جنبش انقلابی که به استبداد سلطنتی در ایران پایان داد که از هیچ کس دستور نگرفت، خود مردم بودن که ابتکار کردن. این خودانگیختگی ها بود که با هم جمع شد با اون انقلاب شکوهمند رو ساخت. متاسفم که قدرت پرستان، بندگان قدرت، به جای اینکه اون ستمها که بر این انقلاب، بر این مردم کردن رو بر عهده بگیرند، همه اینها رو بار اون انقلاب کردن، برای اینکه نسل امروز از انقلاب بهراسد. اما انقلاب هیچ نیست جز توانایی رو بازیافتن، جز خودانگیختگی رو بازیافتن، جز امید رو بازیافتن، جز نشاط و شادی جوانی رو بازیافتن. نوروز هم همین است. و هنوز اگر در نوروز تأمل کنیم میبینیم که به ما قاعده ها میآموزد، از جمله این دو قاعده رو: هرگاه شما انسان ها امتحان کنید، اگر امتحان کنید در جا میبینید با زور هیچ آرمانی رو نمیتوانید متحقق کنید، هیچ هدفی رو نمیتوانید متحقق کنید. البته وقتی که هدف حق ها، با زور شما نه مستقل میشوید نه آزاد. با بی اثر کردن زوره که شما استقلال آزادی خود رو باز میابید. هر انسانی این تمرین رو با خود بکند در جا در میابد که به محض اینکه زور رو بیمهد کرد، در زبانی که به کار میبرد، در رابطه هایی که برقرار میکند، چه با خود چه با دیگری، خودانگیختگی خود رو، یعنی استقلال آزادی خود رو باز میابد. در استقلال، در آزادی، وقتی هدفی رو معین کرد که اون هدف حق بود، بهش میتوانه برسه. اگر این نوروز توانست یک جشنی باشه که طی چند هزار سال هر سال تکرار بشود، حادثه های هولناک و وحشتناک تاریخی مثل حمله مغول نتواند این جشن را از یاد ببرد، به لحاظ همین است که یادآور است به انسان ها این قاعده را. در اون لحظات یأس، ناامیدی که بعد از حمله مغولی به ایرانی ها روی داد، چه چیز سبب شد ایرانیان زندگی از سر بگیرند و حیات ملی رو ادامه بدهند؟ چه چیز سبب شد؟ همین قاعده. دانستند انسان حقوقمند با انسان حقوقمند میتونه متحد میشود و میتوانه هدفی رو که حقه انتخاب بکنه و کار توش تلاش استقامت به اون هدف برسد.
قاعده دیگری که همین نوروز به ما می آموزد این است: فطرت هستی جبر نیست. چون چنین جبر نیست، پس در استقلال آزادی است که حیات یک ملتی می تواند ادامه تاریخی پیدا کند. ملت هایی که تابع جبر شدند، گرفتار جبر شدند، از میان رفتند. پس اگر در وضعیت امروز خودمون ما بنگریم و از خود بپرسیم چرا در این وضعیت هستیم، چرا طبیعت ایران بیابان است، چرا جامعه ایرانی گرفتار فقر فرهنگی است، چرا این خشونت به جان هستی ما افتاده، چرا یأس را یک حالت عمومی شده، چرا از هم گریزی حالت عمومی شده، چرا احساس ناتوانی حالت عمومی شده، اگر این سوال ها را از خودمون بپرسیم ببینیم که ما خود را گرفتار جبر قدرت کردیم، قدرت باوری، اعتیاد به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت. باید ترک این اعتیاد بکنیم، ترک باور به قدرت بکنیم، باور به توانایی‌های خیش بیابیم، اعتماد به نفس پیدا کنیم. هنوز نوروز پیام دارد برای نسل امروز ایرانی. گفتم که اینا یک مشترک دارند، این روایت ها که در باب نوروز هست، اون مشترک اصلیش اینه: ایرانی ها توانستن یک ضابطه، یک وزنه پیدا کنن که پندار و گفتار و کردار خیش رو با اون بسنجند. حالا شما این رو امتحان کنید. الان در حالی که ما داریم حرف میزنیم با شما مردم ایران، خدا باور و خدا ناباور، قدرت باور شدند، نه در ایران تنها، در جهان امروز. این خدا، این هستی بی انتها، هستی محض، به محضی که شما این رو انکار میکنید میگید نیست، یک خلأ به پهنای این هستی ایجاد میکنید که این حضور قدرت پر میکنه. حالا خدا باورایی که خدا رو قدرت مساوی با زور تصور میکنند هم مثل اونهای شدن که به خدا باور ندارند. نتیجه این تمام بعدهای زندگی انسان رو از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قدرت و زور فرا گرفته. اعمال رو ما با قدرت می سنجیم. این کار بکنم این سود رو به دست میارم، این کار بکنم این موقعیت رو به دست میارم، این کار بکنم این شغل رو به دست میارم، این کار نکنم اینجور می شود، اون کار نکنم اونجور می شود. شما ببینید در توجیه رأی دادن به جنایتکاران چه گفتند؟ گفتم ما میدانیم اینها جنایتکارند، اما سیاست واقعیت بینی است، واقع بینی است. ای عجب، ای عجب، رأی دادن به جنایت واقع بینی است؟ این که شما حقوق مندی واقعیت ندارد؟ این که شما توانایی واقعیت ندارد؟ این که انسان خودانگیخته است واقعیت ندارد؟ خود به چی سنجیدید این رأی رو انداختید تو صندوق؟ به قدرت سنجیدی؟ واقع بینی شما این بوده میخواهی کسانی رو حذف بکنی، این واقعیتشون. پس لازمه این حذف اونها این بوده که به یک فهرستی رأی بدی که جنایتکاران
در اون فهرست بودن. این سنجش به زوره، سنجش به قدرت. اما نوروز چنین روزی اگر این سنجش به قدرت می بود که نه اون جامعه بود که در اون همه جوان باشند و پیری نباشد و مرگ نباشد و تندرستی باشه و بیماری نباشد، سراسر زمین هم سبز و سبز و بارور باشد، اون ناممکن بود. امتحان کنید، ناممکن بود. وقتی اون ممکن شد، ایرانی ها عمل خودشون رو با حق سنجیدن، حق رو در خود یافتند. اندیشه اونها خلاق شد و دانستند اگر بخواهند عمل اونها خالی از زور باشه، بنابراین خراب نکنه بسازد، ویران نکند آبادان کند، اون حق میباید مطلق باشه تا از او جز حق صادر نشود. چون اگر اون حق نسبی باشه، میتونه حق و میتونه ناحق هم ازش بیاد. اما وقتی مطلق شد، دیگه اطمینان از این هست که از او جز حق نمیاد. موازنه عدمی هم همینه، یک رابطه است با اون حق. این رابطه، این رو ایرانی ها کشف کردن. این سنجش با حق، این شد نوروز، این شد آبادانی، این شد ایران سرزمین سبز. بنابر تاریخ هم ایران در چهار منطقه، شمال شرقی، شمال جنوب شرقی، شمال غربی، جنوب غربی، سرسبز بود. به این جهت اون جامعه جمشیدی ممکن گشت، به این جهت نوروز تأسیس شد. و حالا شما در وضعیتی هستید که از اون نوروز هیچ اثری نیست، نه اون همیشه بهار است، نه اون زمین سبز و بارور است، نه جامعه جوان است، یعنی جوان به معنایی که آرمان مند و خودانگیخته برای تحقق بخشیدن به اون آرمان، نه از جامعه از خشونت آری است. اگر ما بخواهیم اون جامعه رو بسازیم که امید این بود با انقلاب ایران می توانیم اون جامعه را بسازیم، باید که پندار خودمون رو، اندیشه خودمون رو، گفتار خودمون رو، کردار خودمون رو با حق بسنجیم. اگر حق بود بکنیم، اگر حق نبود هیچ توجیهی رو نپذیریم، چون تخریب است. عملی که حق نیست به ضرورت ضد حق، ویرانگر، مرگاور است. نکن کار مرگاور. ببینی که چه سر کشوری پیدا کردی. اگر شما بخواهید جامعه‌ای باشید همه با هم دوست، شاد، امیدوار، توانا، خلاق، فرهنگ ساز، فرهنگ استقلال آزادی ساز، باید بتونید با هم توحید بکنید. پس باید با ترس، با یأس، با ناتوانی، با غم ودا کنید. نه ودا کنید، بزدایید اونها رو. هنوز من بر امید باقی هستم، بر این امید که انقلاب ایران راه رو گشوده است. این استبداد کنونی که بازسازی شد هیچ ربطی هم به انقلاب ایران ندارد. همه اونها که در پی قدرت بودند
در جنایت، خیانت و فساد شرکت کردند. درون و بیرون و مرزها با هم هماهنگ شدند در ویران کردن انقلاب ایران، در بدل کردن اون امید به یأس. با این همه مانع ها از سر راه برداشتنی است. ایستاده ایم بر حق، امیدواریم. همه وجود ما شادی طبیعی است و می دانیم که پیروزی با ماست. شما ایرانیان، شما جوانان، با ما همراه شوید. چیزی از دست نخواهید داد جز ویران کردن و ویران شدن. همه سازندگی می شوید، همه توانایی می شوید، همه رشید می شوید، همه به ساختن ایران آزاد و آباد و مستقل توانا می شوید. می توانید جامعه الگو رو برای همه انسانهای روی زمین بسازید. اون نوروز رو همان که بود باز بسازید. بارها این کار رو در طول تاریخ کرده اید. بنگرید به ملی کردن نفت. این که در 29 اسفند قانون ملی شدن صنعت نفت به تصویب رسید یک گویایی دارد و جشن شد و ماند، یک گویایی دارد. این رژیم خواست این جشن برداره، ناتوان شد. چرا؟ برای اینکه این نوروز است، استقلال و آزادی است. انقلاب ایران هم استقلال و آزادی بود. پس این انقلاب ستیزان راه به جایی نخواهند برد. اینها که ترس و یأس و ناتوانی رو در شما القا می کنند، اینها پشت کردن به اون جامعه آرمانی، پشت کردن به آرمان انسانی بزرگ. نوروز، نوروز جشن یک پیروزی نظامی نیست. نوروز جشن انسان است. انسان مستقل و آزاد فرهنگ ساز در طبیعت خلاق، در طبیعت سبز. شما رو به ساختن این نوروز فرا میخوانم. شاد و پیروز باشید. سپاسگزارم آقای دکتر. امیدوارم، مطمئنم که چنین خواهد شد و بازم پیشاپیش برای شما و خانواده محترم و همه همیهنان گرامی آرزوی ساختن نوروز واقعی دارم.